خیش پناهی گزیده است. ما در پناه وارث ادیوت رودیم. با درود و سلام خدمت همه شما هموطنان و همزبانان نازنینمان، پیرگدای خراسانی هستیم از مدینه منوره مونترال واقع در کشور زیبای کانادا، و امروز هم ششم ماه ژانویه الحرام سال 2014 دربدری هست که برابر می شود با 16 دی ماه سال 1393 مهرورزی زنجیره‌ای، و ما طبق معمول حفهاتی به همراه تیم مختلف مقتدر و با صلابت خودمان که عبارتند از اختر و محمدی و علیکبر و موسیو ژان پیر آخشامبو، عرض می شود که 42 برنامه از سری برنامه های ناگفتنی ها رو از تلویزیون میهن خدمت شما نازنینان تقدیم می کنم. عرض می شود که چرا گفتیم ژانویه الحرام و این ماه ژانویه رو حرام اعلام کردیم؟ واضحه، برای اینکه احتمالاً شما نازنینان و به طور کلی اکثر مردم به خصوص در این طرف دنیا در دوران روزهای کریسمس و سال نو هرچی کردیت دارن رو کارتاشون خرج میکنن، توجه نمیکنن. بعدم این ماه ماه پس دادن و ماه به اصطلاح در فشار قرار گرفتن، و حالا باید دونه دونه این کارت های کردیت رو که این روزا معمولا تو جیب هر کسی یه 7-8 هست باید دونه دونه پرداخت بشه، یا اینکه یه کمی پرداخت بشه و بقیه‌اش هم از اون اینترست های 20% و 25% بدید، چون اینجا در حقیقت نقش اون عبدالله شرخر خودمون و همین شرکت های کارت کردیت به عهده دارند. عرض می شود که در طول هفته گذشته حقیقتش ما یه گرفتاری پیدا کردیم با همسر خودمون، نه اختر، اختر که براتون گفتیم یک عیال فرضی است، با همسر نازنین خودمون، یعنی با زنی که بیش از 14 با ما زندگی کرده. و داستان هم به این ترتیب بود که ظاهرا ایشون در یک مرکز خریدی با یک خانم محترم هموطنی روبرو میشه که از آشنایان هست و سلام علیک و احوال پرسی، و بعدم شروع میکنه اعتراض به همسر ما که آره تو چرا راجع به خانم گلشیفته اینجوری گفتی و اینجوری فکر میکنی، اینجوری نیست و خانم گلشیفته حق داره که هر جور میخواد زندگی کنه، اگر که برهنه در مقابل دوربین ظاهر شده مسئله شخصی شو و از این داستانا. و همسر ما به ما گفتش که من چنین چیزی به تو گفتم؟ گفتم نه والا، نه به خدا، نه به دست بریده آقا، نه. گفت تو توی تلویزیون گفتی که اختر اینجوری گفته. گفتم خب برای ایشون توضیح دادی که اختر من نیستم؟ گفت آره، ولی مردم که باور نمی کنند. و هرچی بهش گفتم که اون اختری که خراسانی ازش صحبت میکنه من نیستم، من اصلا به این مسائل کاری ندارم، خب در کار خودش مستقله، برنامه خودش رو داره، کار خودش انجام میده و من داخل این مسائل نیستم، ولی باور نمی کرد. گفت نه دیگه، وقتی گفت عیالم منظورش تو بوده، و خانم به خود خود تو اصلاح کن مثلا. گفتیم شما با اون خانم می گفتی که، حالا ما بارها رو خط گفتیم دوباره تکرار میکنیم که والا این اختری که ازش یاد میکنیم یک عیال فرضی است، کما این که مملی هم فرزند فرضی است، علیکبر هم دوست فرضی است، و موسیو ژان پیر آخشامبو هم به همین ترتیب، اینا همه قهرمانان داستان کار ما هستند و با زندگی خصوصی ما ارتباطی ندارن. البته ما اون چه که در جامعه میبینیم یه مقدار پرورشش میدیم، به قول این کفار اگراندیسمانش میکنیم و نسبت میدیم به این افراد. اختر از نظر ما یکی از بانوان هموطن ماست که ما بارها گفتیم تمام محسنات و خوبی‌های یک زن ایرانی رو به اون نسبت میدیم، و بعضی از کج رفتاری‌های بعضی از خانوما
و این هیچ ارتباطی به بانویی که سالهاست با ما زندگی کرده و به هر حال با مهر هم زندگی کردیم با هم دیگه و به اصطلاح زندگی ما رو اداره کرده، بچه های ما رو تربیت کرده، فداکاری کرده، هست و نیست و زندگی رو دوست و آشنا و فامیل و پدر و مادر رو در میهن گذاشته و به همراه ما را افتاده اومده این بر دنیا، علی رغم این که مایل هم نبود به این مهاجرت، ولی چون ما میخواستیم مهاجرت کنیم او هم به دنبال ما آمد و تمام رنجهای که به هر حال هر کی وارد این خاک میشه به خصوص در روزها و ماها و سالهای اول دوچارش هست، او هم با ما در این رنجها شریک بوده و اصلا به این داستان ارتباط نداره. به هر حال میخوایم یک بار دیگه تأکید کنیم که والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، به دو دست بریده آقا اختر، هموطنان عزیز، این همسر ما نیست، همسر فرضی است. گفتیم به همسرمون که به اون خانم میگفتی اختر تویی، منظور خراسانی از اختر تو هستی که میشنوی ولی گوش نمی کنی متاسفانه. یعنی هرچی هم بهتون میگه که آقا خانم اختر همسر من نیست، همسر فرضی است، شخصیت داستان زندگی طنز بافی های ناهنجار ماست، نه اینکه زن واقعی زندگی ما. به هر حال ما جز این که از ایشون عذرخواهی کردیم و عذرخواهی میکنیم که اگر در این رابطه آزرده شدیم ما رو ببخش، ما منظورمون تو نبودی و منظورمون از مطرح کردن داستان اختر و اخترها همون خانمایی مثل این هموطنمون هستن که اگر بانوی محترم تو بیننده برنامه ما هستی، به کرات و مرات تکرار کردیم که اختر عیال فرضی است، زنی است که ما به عنوان یک نمونه از جامعه ایرانی انتخاب کردیم و گاهی اگر انتقادی به بعضی ها داریم به او نسبت بدیم، ولی او هیچگاه همسر واقعی ما نیست. به هر حال از این داستان بگذاریم. میدونید که دوستی بسیار مستحکمی هست بین ما و این آقای دکتر عطاالله انصاری، همین پزشک مهربانی که همین قبل از ما برنامه داشت و باش آشنا هستید. داستان آشنایی ما با این دکتر انصاری مفصله و همچون که قول دادیم یه روزی اون رو براتون خواهیم گفت، ولی این دکتر انصاری که یک موجود عجیب غریبی است. در حقیقت ما در طول این نزدیک به 70 سال عمرمون شاید چندین ده دوست داشتیم و او اگر اغراق نکنیم شاید بگیم بهترین دوست ما در مدت زندگیمون بوده. معمولا یه بار که ما صبح از خونه میریم بیرون، بریم به اصطلاح ما همیشه میگیم که ما صبح از طبیله میریم صحرا و عصر از صحرا برمیگردیم طبیله. وقتی صبح از طبیله میزنیم بیرون یه بار به ما زنگ میزنه، حال ما رو میپرسه، میپرسه که ما چمونه چمون نیست، آیا دواهامون رو خوردیم عرض میشود یا نه. و یک بارم خب باز در بین روز یا ما زنگ میزنیم یا او زنگ میزنه، یک بار باز شب زنگ میزنیم با اسکایپ با هم صحبت میکنیم. از حال هم با توجه به اینکه 300 و اندی کیلومتر با هم فاصله داریم، محل سکونتمون با هم فاصله داره، از حال هم بیخبر نیستیم. چند روز پیش معمولا وقتی زنگ هم میزنیم صحبتهایی هست راجع به همین کارمون و برنامه های میهن تیوی و اینها، و یکی از سوالای به قول اون بابا کلیدی هم آقای شمیرانی اینه که همیشه سوال میکنه که چیکار کردی برای سعید، منظورش آقای بهبهانیه، یا برای میهن تیوی، یا ما از اون سوال میکنیم، میگیم ما اصلا اینقدر کاراش انجام دادیم شده. او هم معمولا همیشه تأخیر داره، کاراش برای دقیقه 90 میمونه، هم این روزا حال خوشی نداشته، هم گرفتاره، هم کار باید بکنه، هم در خدمت فرمانده باشه به قول خودش، کما اینکه ما هم در خدمت فرمانده هستیم، خرید خونه و این طرف اون طرف، خب یه مقداری هم از وقتش رو می‌ذاره، بعد خودش هم خیلی گرفتار کرده، در چند جا می‌نویسه و برنامه میهن تیوی هم هست. چند روز پیش رو ما گفتش که خراسانی
این هفته تو بیا برنامه منو بنویس. گفتم حرفی نیست، ما بنویسیم به برنامه پزشکی برات بنویسیم. ولی مشکل اینه که اگه ما، حالا مشکل که نه، شاید مشکل بزرگی نیست، اگه ما برنامه تو رو بنویسیم و اجرا بکنیم، حالا یا بدیم تو اجرا کنی، بلکه باعث میشه چند تا از هموطنامون خدای نکرده کارشون به بیمارستان بکشه یا کارشون به گورستان. گفت که اینجوری فکر میکنی؟ گفتیم آره دیگه، وقتی ما که البته در مرام بعضی از ایرانی ها این مشکلی نیست، تو همه کارا استادن دخالت میکنن، یعنی ما هم که با خودمون حساب کردیم دیدیم میتونیم که یه برنامه پزشکی بنویسیم و توصیه های هم بکنیم. هست اینجا وقتی شما به یک مکانیک، دوست مکانیک بگید آقا سرم درد میکنه، بلافاصله یه نسخه براتون میده، چند تا قرص و آمپول و احیانا شربت و شاید در مراحلی شیاف هم براتون تجویز میکنه. یا فرض کنید به یه آقای دکتر هموطن بگید که، نه همه ها، بعضیا، که مثلا موتور ماشین من صدا میکنه، مسلما چند تا راه برای اصلاحش بهتون معرفی میکنه. برخندید گفتش آره بنویس، مخصوص به قول خودت علمای اعلام و حجج اسلام. گفتیم که خب می نویسیم، مسئله ای نیست، ولی خب تو از کجا می دونی که فقط اونا عمل کنن، یه موقع به کسی دیگه هم آسیب نرسه. به هر حال یه خود گفتیم و خندیدیم و بعد یه مسئله دیگه ای که لازمه با شما در میون بذاریم، گفتیم که در مراسم سال روز درگذشت روانشاد و زنده یاد دکتر قدیریان، دکتر عطا از کبک اومد و سایر دوستان هم از جاهای دیگه، البته گفتیم بسیاری نیومده بودن، خب خیلی هم اومده بودن اونجا. تو اون مراسم خب بیشتر سخنرانی ها توسط دوستان و همکاران زنده یاد دکتر قدیریان ایراد شد و همه به زبان انگلیسی یا فرانسه بود، کمتر صحبت به فارسی بود. ولی یه دوستی و یه هموطنی داریم در مونتریال، مرد فاضلی است، از نظامیهای سابق بوده، نظامیهای زمان رژیم شاهنشاهی بوده ایشون، ناخدا صمیمی، و ایشون هم دعوت شده بود با سخنرانی، باید از ایشون حتما یاد کنیم. ایشون رفت پشت تریبون و یک سخنرانی بسیار زیبایی کرد در بزرگ داشته دکتر قدیریان، و خیلی جالب بود که مرد فاضلی است، از اشعار فارسی، از ادبیات فارسی هم کمک گرفته بود، و وقتی سخنرانیش تموم شد و پیش ما نشست، یه مسئله ای رو با ما مطرح کرد. دو خراسانی از من دعوت کرده بودن دختران دکتر قدیریان و همسرشون، و خواهش کرده بودن که شما سخنرانی رو به انگلیسی یا فرانسه ایراد کنید، چون مدعوین بیشتر خوب از کفار کبکی و کانادایی هستند، ولی من به جانم نمیشینه. خب میدونید به هم به انگلیسی و فرانسه هم میتونم سخنرانی کنم، ولی به فارسی دلم میخواست، چون اون چیزی که به فارسی میتونم بگم چیز دیگری است. گفتم خب دم شما گرم، آره خیلی جالب بود سخنرانیش، خیلی لذت بردیم و بهره مند شدیم از سخنرانی. بعدم دکتر عطا پیش ما نشسته بود، به ما گفت که تو این حرفا رو میفهمی؟ گفتیم آره. خب گفتیم که خر مشعبونم 12 بار خدا بیامرز مشعبون میوردش طبیله، بار 13 هم خودمون حیبون میرفتیم. ما به حال بعد 25 سال زندگی در این کشور یه کمی زبان انگلیسی و فرانسه رو متوجه میشیم، اون سخنرانی ها رو هم خیلی هاشو فهمیدیم، ولی نه اونچه که فارسی میفهمیم، نه اونجور که فارسی میفهمیم، یعنی زبانی که باهاش زندگی کردیم، زبان باز کردیم باهاش و بعد باهاش عاشق شدیم، باهاش زندگی کردیم، اونقدر که به 7 دهه فارسی رو از همه بهتر میفهمیم. البته هستن از هموطنانی که بعد از 4-5 سال بی‌انصافی نکنیم اقامت در امرغلای کف یا در عرض می شود من مالک استکباری، دیگه فارسی بلد نیست،
رفتی باشون، من فارسی خوب نیست. بعد 5 سال ها، ولی ما همچنان بعد 25 سال فارسی رو بهتر از زبانهایی دیگه. اونا رو برای گذران زندگی یه چیزایی بلدیم، نونی بخریم، آبی بخریم، کاسبی با مردم بکنیم، ولی اون چه که به جان ما می نشیند زبان فارسی است. لازم می دونیم یک بار دیگر حلول سال نو، سال 2015 رو خدمت همه شما هموطنان نازنینمان و البته همه مردم دنیا تبریک بگیم. ما اینجوری نیست که بگیم فقط به مسیحیان ایران، مسیحی و کلیمی و بهایی و مسلمان و شیعه و سنی و عرض میشه همه تبریک بگیم و آرزو بکنیم که سال بسیار خوبی باشه، سال قطع این جنگ های لعنتی و صلح میان ملت ها باشه، سال آزادی میهن باشه قبل از هر چیز، و روزگار خوشی رو برای هموطنان خودمون در مرحله اول و در سایر مراحل برای همه مردم دنیا آرزو میکنیم. بعدم تصمیم گرفتیم حقیقتا که این سال 2015 رو به سران ام القرا هم تبریک بگیم، ولی خب فکر کردیم که خب این حرامه، میدونید سال میلادی مست، درسته که ادعا میکنن مسیح هم پیغمبر خدا بوده و در قرآن هم ازش یاد شده و ما به احترام میذاریم هم به مسیحیان هم به کلیمیان، آره اینو در شعارهاشون میگن، ولی در واقع هم مسیحیان رو آزار میدن هم کلیمیان رو اذیت میکنن، براشون درد سر ایجاد میکنن. بهایا که هیچی، بهایا که اصلا جز حساب نیستن. از اون گفته بودون پدرزن آسف حسن خمینی که بهایا که شهروندان باشن، حق شهروندی ندارن. برحال در نهایت تصمیم گرفتیم به اونها هم تبریک بدیم. ما سال جدید میلادی رو، سال 2015 رو به سران ام القرا از رهبر معظم مسلمین و مستضعفین جهان گرفته تا آبدارچی در اداره عرض می شود در زندان اوین فرض کنید، همه اینا تبریک میگیم و آرزو داریم که خداوند تبارک و تعالی حالا هر کدومشون، یا اون خدای الرحمن الرحیم یا خدای قاسم الجباری، هر کدوم که خودتون قبول دارید، عرض می شود که آرزو داریم خداوند تبارک و تعالی سلامتی و سعادت و موفقیت و صفا و صمیمیت و تندرستی رو از جان و زندگیتون دور کنه، و در نهایت آرزو میکنیم که امسال انشالله آخرین سال عمر شما و رژیمتون باشه. از صمیم قلب آرزو میکنیم و دفع شر سایه شما از سر میهن و هم میهنان ما. خب دیگه ما تبریکمون بستگی داره چجوری بگیم، بستگی به طرف داره، به هموطنان اونجوری تبریک میگیم، به دشمنان و اهریمنان و دشمنان میهن و مردممون هم باید در قالب خودشون و به اندازه ظرفیت خودشون تبریک بگیم دیگه، حالا یه موقع اعتراض نکنیم. این تبریک هم اظهار ام القرا اینه. در یکی از برنامه های قبل به شما توصیه کردیم، به خصوص به هموطنان ساکن ایالات متحده امریکا، به خصوص شهر لس آنجلس، که فراموش نکنند، البته به اروپاییان پیشنهاد کردیم، توصیه کردیم حتما در این کنسرت ها شرکت کنند، چون به هر حال این تپلک ها خواننده ها هم خرج دارن، خرج بنزشون و خونه های اونچنانیشون، اینا رو به هر حال از کجا باید بیارن؟ شما باید برین کنسرت تا به اصطلاح اونا بتونن زندگی کنن. بعد شنیدیم که یکی از این خوانندگان محترم، ببینید یه زمانی در زمان جوانی ما خوانندگی یه چیزایی لازم داشت، صدا قبل از هر چیز لازم داشت. فرض کنید که آقای ایرج
هنرمند محبوب کشورمون با اون صدا، یا آقای شجریان یا اکبر گلپایگانی، اینا صدایی داشتند بدون این دستگاه های جدید و اکو و عرض می شود که اینا می خوندن و این صدا به جان آدم می نشست. الان دیگه خوانندگی اونچنان صدا نیاز نداره. مثلا فکر کنید یه بابایی تو ایران ساکسیفون می زد، موزیسین بود، موزیک خیلی زیبایی هم می زد، آشنایی خوبی هم به موسیقی ایرانی داشت، بعد یهو یه شب خواننده شد. یا یکی دیگه ویولونیست بود و چه ویولونی میزد، چقدر آدم لذت میبرد از ویولون زدنش. اونم یهو دید اون بره بازار مثل که بهتره، بازار بهتره، پول بیشتره، یهو زد به خوانندگی. خب اینا متاسفانه صدا ندارن، ولی خب این دستگاه های جدید، تکنیک جدید که در موسیقی باب شده کمکشون میکنه. به هر حال یکی از اینا یه پسرکی است به نام شهرام کاشانی که اینم خب جوان چون بود، حالا البته یه خود سنش رفته بالا و جوان ها دوستش داشتن و اینها، اسمی پیدا کرده بود و من اونور کنسرت میگذاشت. یه فیلمی رو یه کسی توی ایمیلی برای ما فرستاده بود، دیدیم این بابا در کنسرتی که اخیراً در یکی از شهرهای یکی از کشورهای اروپایی گذاشته بود، این اونچنان تحت تاثیر نمیدونیم یا الکل بود یا مواد مخدر بود که روی سن دراز کشته بود، خوابیده بود و تکیه داده بود یا به گیتاریستش و آواز میخوند و یه افتضاحی به بار آورده بود که اون کنسرت گذاران اومدن که جمع کنن داستان رو، موفق نمیشدن. احساس میکردی که هرچی سعی میکردن آقا یه ملتی اومدن صدای تو رو بشنون و تو اینجوری با این وضع، یه وضع وضعیاتی واقعا، یه وضع باعث شرمی در حقیقت، یعنی انسان شرم میکرد از اینکه این هم وطنش هم میهنش باشه یا هنرمندش باشه و با یه افتضاحی اون کنسرت رو داشت اجرا میکرد. یا یه جای دیگه باز یه ایمیلی دیدیم که ظاهرا در لس آنجلس هم سالن 12,000 نفری که گرفته بودن برای شاه ماهی و اون آقای صدا، اونم 3,500 نفر بیشتر نیومدن. حالا البته یکی از عزیزان ما سفر کرده بود به لس آنجلس برای تعطیلات، گفت نه شلوغ بوده، نمیدونیم کدوم یکی درسته. به هر حال ظاهرا برخوردی هم شده بین این دو هنرمند برجسته. اون خانم شاه ماهی گفتیم براتون، گفت شما با پوست گوسفند اومدین، من با پاسپورت جمهوری اسلامی. یا اون آقای صدا که میدونید در یکی از کشورک های جنوب خلیج فارس، ظاهرا دبی، برای خوش آمد شیخ شعر خلیج فارس رو نخونده بود، برای سابقه شونه دارید. اونا هم مثل این که کار به جایی کشته، ظاهرا کنسرت گذار از شدت تعلم و تأثر سکته کرده، سکته قلبی کرده، که بعد گفتن رفته سکته هم بازی بوده، یعنی فیلم بازی کرده به اصطلاح، خودشو زده تمارز کرده. به حال همه اینا مال اینه که شما مردم گاهی حافظه خوبی ندارید و بسیاری مسائل رو فراموش میکنید متاسفانه، و این اصلا خوب نیست. این حافظه باید باشه، باید بدونید چی به سر میهن و مردممون آوردند و باعث و بانیاشون از یاد نبرید. عرض میشود که ببینید وقتی ما یه خبری برامون میرسه، دوستان لطف میکنن با ایمیل یا در فیسبوک برای ما پیغام میدارن یا تلفن میدارن خبری رو میدن، این خبر رو در چند جای دیگه هم دنبالش میگردیم و بیگدار با آب نمیزنیم. یه خبری بسیار جالب چند روز پیش، درست همون شاید روز سه‌شنبه گذشته که برنامه‌مون تموم شد، نازنین برای ما فرستاده بود، خیلی جالب بود این خبر. بعد برای اینکه شرط احتیاط رو به جا بیاریم، چند جا دیگه هم گشتیم، در چند تا سایت دیگه هم دیدیم، ولی صحت و سقمش رو به عهده راوی میذاریم. خبر رو میخونیم براتون، تفسیر خودمونم میگیم، ولی
اگر هم این خبر حقیقت نداشته باشه مواردی مشابه این هست، یعنی اینجور نیست که کاملا دروغ باشه. شاید حالا این یه مقدار در این خبر قلب شده، گزافه گویی شده، ولی اصل خبر درسته. یعنی اصل این مسائل در جامعه های غربی همین کانادا و کبک و مونتریالی که ما زندگی میکنیم پیش میاد. اولا میدونید یه مثال معروفی هست، میگن که اگر به مرده رو بدی بعد ازت میخواد که کفنش مارک آدیداس باشه، یعنی میگه با کفن معمولی منو دفن نکنید. متوجه هستید که این مثال خیلی مشهوره در زبان فارسی، منتها ما یه جوری سانسوری دیمش، یه جوری کردیم که تلویزیونی باشه. آره اگه به مرده رو بدی میگه برام کفن با مارک آدیداس بیارید. عرض میشود خبر اینه که مسلمانان مهاجر در شهر مونترال، واقع در ایالت کبک، به شهردار این شهر نامه نوشتند که توزیع گوشت خوک در مدارس این ایالت باید ممنوع شود. یعنی مسلمین به شهرداری نامه نوشتند که آقا چون ما بچه هامون میرن مدارس همین شما کفار، بنابراین دیگه باید گوشت خوک در مدارس سرو نشه و احتمالا گوشت ذبح اسلامی یا حداقل دیگه گوشت گاو و گوسفند و گوساله سرو بشه. حالا به این کاری نداریم که چجور میشه همچین توقعی داشت، در حالی که در یه مدرسه ممکنه 2000 تا شاگرد باشه، 20 نفرش مسلمان باشند و 1980 نفرش غیر مسلمان، و تو بیای بگی که چون 20 آقازاده یا دختر خانم ما در این مدرسه درس میخونن پس شما باید کلن گوشت خود رو در مدرسه خودتون ممنوع کنید. عرض به حضورتون در همین رابطه شهردار مونترال به مسلمانان گفته است، یعنی شهردارم جواب بده، گفته که مسلمانان باید درک کنند که آنها بودند که آداب و رسوم و سنت های خود را برای یک زندگی بهتر ترک کرده و به کانادا آمدند. آنها هستند که زندگی خود را رها ساخته و به کانادا مهاجرت کردند و باید درک کنند که آنها هستند که باید شیوه زندگی خود را تغییر دهند، نه کانادایی هایی که سخاوتمندانه از آنها استقبال کردند. مسلمانان باید درک کنند که کانادایی نژاد پرست و بیگانه ستیز نیست و آنها مهاجران زیادی را پیش از مسلمانان به این کشور پذیرفتند و حال عکس این موضوع در کشورهای مسلمان صادق است، زیرا کشورهای اسلامی مهاجران غیر مسلمان را قبول نمی کنند. شما نمی توانید که کانادایی ها را تسلیم فرهنگ و هویت خودتان بکنید، زیرا کانادایی هویت خود را تسلیم شما نمی کنند و این شما هستید که فرهنگ و آداب خود را باید با کانادا منطبق کنید. اگر سرزمین کانادا به شما خوش آمد گفته است، این خوش آمد از سوی شهردار مونترال نبوده است، بلکه از طرف کل مردم کانادا است. کانادایی با ریشه های یهودی، مسیحی که درخت کریسمس، کلیسا و مراسم مذهبی دین خود را دارند و همه اینها را در حوزه های حوزه شخصی خود حفظ میکنند. شهرداری مونترال از دادن هر گونه حق ویژه‌ای به اسلام و شریعت امتناع میکند. برای آن دسته از مسلمانانی که مخالف سکولاریزم هستند و در کانادا احساس راحتی نمی کنند، پیشنهاد میکنم که 57 کشور زیبا و مسلمان در جهان وجود دارد که بسیاری از آنها حلال و مطابق شریعت عمل می کنند و آغوششان هم برای تمام مسلمانان باز است. یعنی به اصطلاح بچه های پایین شهر تهران، اگه دوست نداری هری، منظور شهردار این بوده، همه تا خیلی محترمانه و باز دم این شهردار گرم،
که نگفته من به شما اجازه دادم بیاین اینجا زندگی کنید، گفته مردم کانادا به شما اجازه دادن اومدید اینجا زندگی کنید، حالا به زندگیتون بپردازید دیگه. به کانادایی چیکار دارید؟ چیکار دارید که گوشت خوک شما اگه دوست ندارید بچه‌تون بخوره غذاشو بدید بیاره؟ خودتون میگید برای یه بی نماز نمیشه در مسجد رو بست، حالا برای 20 تا شاگرد مثلا مسلمان 2000 شاگرد دیگه هم گوشت ذبح اسلامی باید بخورن؟ این انصاف نیست. آدم راست میگه در کشور اسلامی خیلی جالبه، اونا به خصوص ایران خانومایی هم که از کشورهای غیر اسلامی میرن و مسلمان نیستن رو وادار میکنن که حتی در رده های بالا مثل همین خانم اشتون، لیدی اشتون رو وادار میکنن روسری سرش کنه. خب چطور عکسش درست نیست؟ یعنی شما زناتون میان اینجا روسری و مهنه و چادر رو بسیم کاری به کارشون نداره، نمیگن بهشون خانم اینجا کشور ما این رسوم نیست و کشف حجاب کنن آزادیه. البته اخیرا یه قوانینی در بعضی از کشورهای استقلالی تصویب شده که با اون توریه چی میگن روبنده دیگه نمیتونی تو ادارات بری، جای دولتی نمیتونی، حالا تو شهر آزادی. بگذاریم، میدونید یه هموطن نازنین رو به جرم توهین به پیامبر اسلام محض میشود، سب و نبی به اسلام دستگیر کردن، مدتی زندان هست، به نام سهیل عربی. انتقال سهیل عربی به بند 2 الف سپاه. خبرگزاری هرانا گزارش کرده روز یکشنبه سهیل عربی از بند 350 به بند 2 الف سپاه منتقل و نسبت به وضعیت رسانه‌ای شدن پروندهش مورد تهدید قرار گرفت. یعنی بابا رو گرفتن زندانیش کردن، حالا اگر صداش در اعتراضی بکنه میگن تهدیدش میکنه که نبار صدا تن در آن. بنابر اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یکشنبه 14 دیما سهیل عربی از بند 250 زندان اوین به بند 2 الف سپاه منتقل و مورد تهدید قرار گرفت. یک منبع آگاه در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت سهیل عربی را در بند 2 الف تهدید کردند که رسانه ها اطلاع رسانی نکنند، به رسانه ها اطلاع رسانی نکند و به گفتند همه چیز دست ماست، هر کاری ما بخواهیم انجام میدهیم. دیگه در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا بیچاره. سهیل عربی تا ظهر همان روز در بند 2 الف سپری کرد و سپس به بند 350 بازگشت. حکم اعدام سهیل عربی آذر ماه سال جاری به اتهام سب و نبی در فضای مجازی در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. این حکم در حالی است که هرگاه متهم به سب ادعا کند، توجه کنید طبق همون قوانین اسلامی، این حکم در حالی است که هرگاه طبق احکام اسلامی متهم به سب ادعا کند که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، سبق نبی محسوب نمی شود. یعنی راه های فراری هم براش هست که طرف بگه آقا من مست بودم، معنی کلمات رو نمی فهمیدم، یا عرض می شود که زبونم بد چرخید، یا غفلت کردم، به زور بود، اکراه بود. در حال اینو به عنوان یه خبر گفتی به اولیای امور در امورگرای اسلام توصیه می کنیم دیگه. حالا نمی خواهیم بگیم ظلم بسه، چون شما که به این حرفا گوش نمی دید. خراب کردن باورهای مردم و ظلم به اسلام و تشیع بسته. یعنی شما آبرو و حیثیت اسلام رو تشیع رو بردید بابا، بی اعتبار کردید. هرچی از این ظلم ها بکنید
برخلاف ادعایی که روز اول اومده بودید میگفتید میخواییم با دنیا رو با منطق مسلمان کنیم و انقلاب رو صادر کنیم و این مزخرفات، عکسش عمل کردید. که ما در زمان مرحوم آریامهر این همه مخالف مذهب داشتیم، این اینترنت و فیسبوک رو که باز میکنیم یه خط در میون از این سب و نبیا هست. یه زمانی بود در زمان آریامهر در جامعه که به کل هیچی کسی از دین و مذهب کاری نداشت، در اون جوامع روشنفکری یا فرض کنید در دانشگاهی جاهایی که یه سری آدم های برتر از نظر سوار در جامعه بودن، گاهی نسبت به اسلام و تشیع تشکیکی میشد، شکی ایجاد میکرد، طرف یه جمله‌ای راجع به ماورای اسلامی میگفت، اون هم در همون محیطای خصوصی و بسته. حالا چون شده هر کسی زنده مرده اسلام و تشیع رو میگی، شما باعث شد دست بردارید از این ظلم، بابا رو بلش کنید بره. چون هرچی از این ظلم ها بکنید، اگر این هموطن ما رو اعدام کنید، یه سری مخالف دیگه با همون مبانی مذهبی خودتون کردید دیگه، حالا چه شیعه چه سنی. بابا جان خودتون، ما بارها پای منبر شما لعنتی ها نشسته بودیم، از خودتون شنیدیم که زنه نمیدونیم شب روزا از بالا سر پیغمبر اسلام آشغال میریخت، آقا رفت میشد اهمیت نمیداد، و یه دو روز سه روز که دید آشغال نمیریدن سراغشو گرفت، گفتن مریض لب عیادتش. مگه شما ادعا نمی کنید پیرا به اون پیغمبر رفتید؟ یه همه چیزا یارو یه چیزی تو مجاز فضای مجازی نوشته، دلش درد اومده از ظلمایی که شما کردید و باعث و بانی این مهنتی رو که مردم میکشن شماها میدونه، و بعد رشت رفتش میده به اسلام و تشیع. یه چیزی گفته اعدام، طرف زن داره، بچه داره، پدر مادر داره، یه کسی رو رگ حیات رو بزنید که یه موضوع 1400 سال پیش یه حرفی زده، خود اون مدعی نیست، خود اون کاری نداشته. البته بعد شنیدیم در مواردی هم خب اگه کسی انتقاد کرده شب آن حضرت فرستاده تحکیم طرف دادن. بس کنید دیگه، دست در جان مردم بکشید. ثانیه تاخیر، ظاهرا باز اشکالی در خط اسکایپ پیش اومد، از شما عذرخواهی میکنیم، ولی خب مطلب نیمه تمام نماند. دیدیم در این تلویزیون ها مردم رو تشویق میکنن به نافرمانی مدنی برای جمع شدن دست و پای رژیم. بعد آقا یکی ابلهی که میگه 2 میلیونتون بریزیم تو خیابون، 10,000 نفرتون رو میکشن، بیشتر که نمیتونن دیگه، زورشون نمیرسه بکشن. یا اون یکی آقای سرلشکر میاد توصیه میکنه ما فلان روز میگیم بریزید، اینا چاره درد اون میهن نیست. نافرمانی مدنی در جامعه کاربرد داره که یک حداقلی از مدنیت وجود داشته باشه، مثل زمانی که انگلیس ها در هندوستان حاکم بودن، جانی بودن، جنایت میکردن، ولی به هر حال دولت انگلیس بود، از یه درصدی از مدنیت برخوردار بود، بنابراین مبارزه مدنی هم کار میکرد، نه در کشوری که سرانش هیچ ابایی ندارن که مردم رو تو خیابون به رگبار ببندن یا زیر ماشین بکنن، پلیس مردم معترض رو با ماشین زیر بگیره یا از دور با تیر بزنن مردم رو، در اونجا که مبارزه مدنی کار نمی کنه.
شورش خیابانی کار نمیکنه، تظاهرات نکرد دیگه، 3 میلیون اومدن تو خیابون. من میگم بعد اگه آقای اوباما، اوباما کیه؟ نمیشه. راه دفع این شر از میهن من شما، یا بعضی ها معتقد به اصلاحات هست، آقا اصلاحات کارساز نیست، اصلاحات در جای کارسازه که ضایعات یه درصدی باشه، نه 100%. یه چیزی افتاده ترک خورده کاسه چینی میشه بنده، البته الان که میدازن دوست سابقه میده بنده ای زد، ماشین لباس چیه خونتون سیمش قطع شده، تکنسیان میاد سیمو بس میکنه، یا یه پارتش خرابه اون پارتو عوض میکنه درست میشه، یا یه آدمی تصادف کرده دستش شکسته پاش زخمی شده میبرن بیمارستان درستش میکنن. ولی اگر یه آدمی رفته باشه زیر ماشین له شده باشه که این دیگه اصلاح شدنی نیست. این رژیم که همون داستان یاروه که رفته زیر ماشین له شده دیگه درست نمیشه که، کجاشو میخواید درست کنید؟ میلیون ها از هموطنان ما رو کشته، مگه میشه اونا رو زنده کرد؟ تمام زیربناهای اقتصاد ایران رو به باد داده، ثروت عظیم اون ملت رو به باد داده، یا به این کشورهای عربی داده برای ایتوپوش، برای ایجاد جنگ و دشمنی، یا دزدیده برده در کشورهای خارج. محیط زیست ایران رو به باد داده، این دیگه اصلاح پذیر نیستش که، مگه این رژیم اصلاح پذیره؟ یه دو سه راه هست که اینا از پا دران، البته نظر ماست ها، حالا براتون توضیح میدم. اول به این خبر کوتاه دقت کنید، طرح اسید پاشی، عقب نشین رژیم در برابر فشارها. میدونید قرار بود که یه طرحی ببرن مجلس که رژیم از کسانی که آمران به معروف و ناهیان از منکر هستن دفاع کنه، یعنی دست اینا رو باز بذاره بندازه به جون مردم. اینو تو مجلس تصویب نکردن. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری گفت در آخرین جلسه شورای نگهبان طرح 24 ماده‌ای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تایید این شورا نرسید. یعنی یه جورایی جا زدن، دیدن دیگه خیلی خرابه، مردم میفهمن اعتراض میکنن. به گزارش انتخاب، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی و دارای برخی ابهامات شناخته شده است. یعنی یه جیز اونجا درز گرفتن، گفتم فعلا مسکوتش بذاریم. اما راهی که یه روزی میهن ما این سایه شوم این اهریمنان از سرش برداشته بشه در راهه. بهترین نمونش همین داستان کاهش قیمت نفته. رنگ حیات اینا به قیمت نفت بستگی داره، چون کشور ما که صادراتی اصولا غیر نفت نداره، حالا یه مقدار پست و زعفران اینا که رقمی نیست، یا فرش که اونم صنعت فرش هم به باد دادن. بنابراین تمام تکه ایرا به قیمت نفت بود، کما اینکه بودجه سال 94 رو هم بر اساس نفت بشکه 90 یا 80 دلار بسته بودن. حالا کشورهای غربی اومدن اینو یه جورایی متزلزل کردن به کمک عربستان سعودی. کاهش بهای نفت. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت، یعنی نفت شاخص امریکا،
با $2.82 کاهش در پایان روز دوشنبه 5 ژانویه یعنی دیروز به $49.87 در هر بشکه رسیده است، یعنی رفته زیر $50. نفتی که یه بار تا هر از گاهی در سالیان قبل بالای 100 و 120 دلار رسیده بود، رسیده زیر $50. و دیروز شنیدیم که بنزین در امریکا هر گالون رفته زیر $2 و در کانادا هم الان بنزین حدود $1.45 چند روز گذشتم حتی به زیر $1 رسید، یعنی خود ما بنزین 99 سنتی هم زدیم. حالا این کاهش قیمت نفت، میگن یکی به یکی گفت ید الله فوق ایدی هم، یعنی چی؟ یعنی این که ید الله هم فوق العاده میگیره هم ایدی. البته میدونید ید الله فوق ایدی هم یعنی دست خدا بالاترین دست هاست. همه حال این مثال از اون جهت گفتیم که این کاهش بهای نفت چند تا سود داره، استکباری اون داره. شما فکر کنید که وقتی قیمت نفت، بنزین، نفت بیاد پایین، بنزین هم بکشه پایین قیمت شو، خب بازار فروش اتومبیل رونق پیدا میکنه. الان یکی از مشکلات اقتصادی آمریکا که مردم ماشین نو نمیخرن، خب یارو میبینه بنزین که انقدر مفته میره ماشین نو میخره، بازار اتومبیل پر رونق میشه. در ضمن فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم گفته که کشور فرانسه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران کوتاه نمی‌آید و کاملا محکم می‌ماند تا مطمئن شود تهران در پی دستیابی به سلاح اتمی نیست. یه مثال فارسی میگه که بیست تو بمیری is not from those تو بمیریز. البته این از چیزایی که خود ما ساختیم، ترجمه خودمونه. این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، یعنی صرف یقه آقایون گرفتن. یکی از مسائلی که میتونه اینا رو به شکست بکشونه همین کاهش بهای نفته. البته این غربی هم نکه فکر کنید دلشون به حال ما مردم سوخته، خب خودشون هم نفت میبرن، یه خود هم نگران این داستان اتمی هستن. در حال این یکی از چیزایی میمونه میتونه باشه که اون ملت روزی از شر این اهریمنان راحت شن. یه حقه جدید این هفته این پرزیدنت حسن آقا سرهم کرده که باز یه مدت ملت رو سرگرم نگه دارن. روحانی خواسته خواستار برگزاری همه پرسی شد. مردم یه کلکه در حقیقت اینو تو اون اتاقای فکرشون فکر کردن، سر هم کردن، یه جوری مردم رو باز سرگرم نگه دارن، دلخوش کنن. یادتون خاتمی اومد چقدر بهش دل بستید؟ اینجا وقتی که خاتمی میخواست رئیس جمهور بشه، یکی از دوستان ما آدم خیلی محترمی هم هست، ما یه جمله تو پیوند نوشتیم، در این آقا دست بردارید، این آقا اومده برای اون اسمه آقا. آقا فراموش نکن ایشون همون عمامه سرشه، عبای دوششه، قبا و لفاده تنشه، نهنه این آشه، این همونه، از همون جنسه. نه این یه چیز بونه نمیتونه یه چیز دیگه باشه، یه چیز دیگه باشه که نمیزنم بیاد در بحث ریاست ایران هم که به افتضاح کشیدنش، اون چوب دو سر گوهی شد هم نزد مردم هم نزد خود اینا، الان به اونم فحش و فضیحت میدن. روحانی با اشاره به یکی از اصول قانون اساسی، حالا به قانون هست، چقدر به قانون اساسی هم شما اعتبار میدید و عمل میکنید، که مراجعه به آرای عمومی را در مسائل مهم ممکن دانسته است، گفت این است از روز اول تا کنون اجرا نشده و به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی تمایل دارم تا شرایطی فراهم شود تا یک بار هم شده به این است عمل شود. حالا بگو فلان فلان شده،
اومدیم رفراندوم هم برگزار کردیم. اون رأیایی که توش میریزید بعد میره تو اون صندوقه، میره تو اون پستو، همه اونجوری که خودتون بخواین عوض میشه. آره نگه رفراندوم در صورتی که ناظران بین المللی باشن، مراقب باشن، نه اینکه تو اون پستو. به گزارش رادیو فرانسه، روحانی که امروز در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، اقتصاد که مال خره حاج آقایی، براش کنفرانس میگیرید، شما که دارید به امام راحل توهین میکنید، چقدر شما ابلهید. اگه امام راحل نفرمود اقتصاد مال خره، برای چیزی که مال خره مگه کنفرانس برگزار میکنه؟ در تهران سخن میگفت تاکید کرد در مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی با برنامه یا برنامه به آرای عموم مردم و همه پرسی گذاشته شود. بله، ولی در ممالک مترقی که انتخابات یا همه پرسی ها سالم برگزار بشه، نه تو اون جهنم. این در حالی است که درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این که مزخرف بعد شما بگیرم اون کارم میکنم، و اکثریت مجلس ایران اکنون در دست محافظه کاران و رقبای سیاسی حسن روحانی است. و حاج آقا حسن آقا، به حضرت رهبر بگو یک تشد برن روی این نمایندگان، چی میگی؟ محافظه کاران، اونا هرچی که ایشون بگه عمل میکنن، از دو نظر نگران نباشه. اینجا مردم هم که باید هوشیار باشن، گول این طرف هم نخورن. پیشتر نیز بارها برگزاری همه پرسی در ایران از سوی مقامات و فعالان اصلاح طلب، این فعالان اصلاح طلب هم ابله هم، اصلاحات در اون مملکت، همه پرسی در اون مملکت، از عملیه. و حتی محمود احمدی نژاد مطرح شده است. اینه که میبینیم هم گریهمون میگیره، اسمشو میشنویم هم میخندیم، این موجود ابله کوتوله سیاسی رو. پس از انتخابات جنجال برانگیز سال 88، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین در دیدار با خانواده تعدادی از بازداشت شدگان گفت که تنها راه برون رفت از بحران فعلی برگزاری همه پرسی است. اما اکنون حسن روحانی مشخص نکرد که قصد دارد درباره چه موضوعی همه پرسی برگزار شود، یعنی اعلام هم نکرده که راجع به چی میخوای سوال کنی از مردم، چه همه پرسی برگزار کنی. اگر به سیر تکامل عرض میشود علم و صنعت توجهی بکنیم، ببینیم که مثلا برادران رایت یک چیزی ساختن، یه وسیله ابتدایی ساختن، تونستن 36 ثانیه پروازش بدن. بعد کسان دیگه اومدن دنبال این کار گرفتن، هواپیماهای یه موتوره ساختن، دو موتوره ساختن، هی پیشرفت کرد، پیشرفت کرد، پیشرفت کرد و امروز رسیده به ایرباس A380 یا جمبو جت 747 که 500 نفر آدم و چند هزار کیلو بار رو از زمین بلند میکنه، در عرض 7-8 ساعت از این قاره میبره اون قاره. این سیر پیشرفت بوده. یا مثلا ببینیم اتومبیل روزی که اختراع شد چی بود؟ یه چهارچرخه بود خیلی ساده و امروز به کجا رسیده که شما میتونید برید هم با یه بودجه کمی هم یه ماشینی بخرید که توش جی پی اس داره، نمیدونم سی دی پلیر داره، اتوماتیک شیشه هاش برقیه، حتی اخیراً یه دستگاهی هم گذاشتن که دند عقب میری نشون میده نزنی به کسی و اینقدر پیشرفت شد. یا مثلا تلفن های زمان بچگی ما تلفن هندلی بود، تلفن هندل می زدن به مرکز وصل می شد، می گفت منزل آقای بهبهانی رو می خوام، یا رو وصل کرد به منزل آقای بهبهانی. حالا اون وسیله امروز تبدیل شده به یک تلفن هوشمندی که قد یه قوطی کبریت شما تو جیبتون می زارید، غیر از اینکه باهاش صحبت می کنید هزاران کار دیگه هم انجام می دید. یه بار به یه دوستی گفتیم اگر گراهام بل
مرحوم گراهام بل الان ناگهان از قبر سر براره و بهش بگن آقا این تلفنی که تو درست کردی اینه، این وسیله که دست هر بچه خوبه است، یه بار دیگه سکته میکنه، پش میکنه. نه بابا این نبود، این چیز ساده و ابتدایی بود، میبخشید قرص ساعت دو. از هر تکنیکی تولید میشه، ابداع میشه و بعد پیشرفت. در رژیم شریف جمهوری اسلامی هم همه تکنیک هایی که روز 22 بهمن 57 پایه‌گذاری شده به ترتیب پیشرفت میکنه و هر روز یه پدیده جدید به منصه ظهور میرسه. مثلا روزی که اینا به قدرت رسیدن شروع کردن به کشتار سران نظامی رژیم سابق، بعد گیر دادن به اقلیت‌های مذهبی، یهودی ها را آزار دادن، مسیحا آزار دادن، بند کردن به بهایی ها. خب روزهای اول احضارشون میکردن، سرانشون را اعدام کردن، میبرن گفتن شما حق بیزینس ندارید. این پیشرفت کرد، پیشرفت کرد. ولی تو این هفته آخرین پیشرفتی که در مبارزه با هموطنان بهایی ما توسط رژیم شریف ابداع شده به منصه ظهور رسیده، مرگ مشکوک یک هموطن بهایی در شیراز. خبرگزاری هرانا گزارش کرده لیلا کارگر، شهروند بهایی ساکن شیراز، توسط یک شخص ناشناس به وسیله قرص برنج یعنی آلومینیوم فسفید مسموم و به قتل رسید. داستان خیلی غم‌انگیزه واقعا. بنابر اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند زن بهایی به نام لیلا کارگر توسط یک شخص ناشناس به وسیله قرص برنج آلومینیوم فسفید مسموم و به قتل رسید. گزارش رسیده حکایت از آن دارد که این خانم روزانه برای ورزش و پیاده روی و دعا به پارکی در نزدیکی منزل مسکونی تخریب شده سید علی محمد باب می رفته و روز سه‌شنبه این هفته، یعنی سه‌شنبه هفته قبل، با تأخیر به منزل برمیگردد و پس از بازگشت حال وی به شدت وخیم می شود و پس از تهوع و استفراغ شدید به اورژانس برده می شود. لیلا کارگر پیش از مرگ به نزدیکانش گفته است بانوی خوش صحبتی که با وی درباره موضوعات دینی صحبت می کرده مقداری آب میوه به ایشان می‌دهد. یعنی اون نجاری که اومده بوده به این خانم نزدیک شده بوده، احیانا از عوامل رژیم بوده و این زن بی‌پناه هم سفره دلش رو باز کرده و اون گفته بهاییه و احیانا موضوع رو فهمیده، آب میوه آلوده به آلومینیوم فسفید ورده داده این خانم کشته. تشخیص پزشک مالت مسمومیت با قرص برنج آلومینیوم فسفید بوده و میگوید برای این مسمومیت پادزهری نداریم. اگرم داریم برای بهایا نداریم. خب خیلی واضحه. ایشان پس از مدت کوتاهی فوت میکنند. گفتنی است مسئولان از تحویل دادن جنازه لیلا کارگر به خانواده خودداری کردن. خب حق دارم، برای اینکه اگه جنازه رو تحویل بدن احتمالاً کار به کار باشه کافی اینا به کشه یه خوده او میده. چه دارید میکنید با اون مردم؟ حمله رفسنجانی به خامنه‌ای، کنارگیری خود، کنارگیری از قدرت. رفسنجانی در یک کلیپ تصویری که به تازگی روی سایت خودش گذاشته با حمله به خامنه‌ای به خاطر چسبیدن به قدرت گفته است کسانی دل از قدرت نمی کنند. یعنی با آقا اشاره کرده دل از قدرت بکن. رفسنجانی گفته کسانی که حسرت قدرت دارند، کسانی که دل از قدرت نمی کنند، کسانی که قدرت را برای خودشان ابدی و مادرزادی و ارث حساب می کنند. و این چه مطلقایی با آقا گفته به رهبر مسلمین و مستضعفین جهان و همه. اینها تصورات دیگری هم می توانند بکنند، ولی دنیا دیگر به آن طرف نمی رود و
و بسیار سخت است که برگردیم. چقدر تلاش شد نگذارند در کشور اینترنت باشد. چقدر تلاش شد بالای پشت بام ها یعنی ماهواره ها را جمع کنند. چه تأثیری کرد؟ از آگاهی مردم چیزی کم نکرد، بلکه بر آگاهی مردم افزود. یعنی مردم فکر کردند چرا اینجوری می شود، چی در می آید، چه نتیجه ای دارد. یک جایی را ما ببندیم، چند جای دیگر باز می شود، یک راه دیگر پیدا می کنند. این حسابی آقا رو زده. آقا هم معطلش نکرده، بلا فاصله جواب دادن. حضرت رهبر معظم پاسخ فوری باند ولایت فقیه به اظهارات رفسنجانی. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران فرموده که حرف برخی امام به سرها برای انقلاب خطر دارد. منظورش حضرت آیت الله رفسنجانی. نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران با حمله به جناح رفسنجانی و گروهی از روحانیون اصلاح طلب موضع گیری های آنها را خطری برای انقلاب دانسته است. به گزارش دیگر باند، آخوند علی سعیدی در سخنان خود با عمامه به سر خواندن این افراد گفته آنها جوانان انقلابی را تندرو می نامند و این مسائل خطری برای آینده انقلاب است. دارن به جون هم میفتن یه جون. البته بعضی هم معتقدن اینا در آخرین لحظه در دقیقه 90 اگه احساس کنن اصل داستان داره میرسه سوال دوباره جذب هم میشن و با هم رفیق میشن. ولی ما به اونا میگیم که فراموش نکنید. به هر حال این اتفاق هم ممکنه نیفته برای اینکه وقت قناعم چی میشه. قرار بشه کنار بیان و قناعم تقسیمش یه مقدار مشکل سازه. ممکنه هر کسی به حقی که از قناعم بهش میرسه قانونا حضرت آیت الله رفسنجانی خب قناعم زیادی برده ولی هنوز راضی نیست. یا حضرت رهبر و همه رو میخوان، همش دوست دارن داشته باشن نه نصفش. به افزود که عده ای از این افراد نیز مبانی روح الله خمینی را پذیرا نیستن. ما بینام یعنی حضرت امام راحل هم قبول ندارن و ولایت فقیه را به گونه دیگر تعریف میکنن. داره طرف رو میزنه که یعنی تو مخالف رهبری رهبر محسسیست امام راحل. سعیدی افزوده کسی که به نام که با نام نگاری منظورش هاشمی رفسنجانی میخواهد با ولایت فقیه مقابله کند که دیگر اهل قبله نیست و سقوط کرده است. نه هر که از ما نیست بر ماست، اصلا حق زندگی نداره. نماینده خامنه ای در سپاه افزود در وقایع سال 88 میر حسین موسوی و مهدی کروبی از عوامل فتنه نبودند، بلکه بازیگر نقشی بودند که چهره های پشت پرده برای آنها در نظر گرفته بودند. سعیدی اضافه کرده عناصر پشت پرده صحنه باید با کدهای خواص شناسایی شوند و مشکل در فتنه ها افرادی هستند که خود را ولایت مدار نشان می دهند اما در باطن از فتنه گران حمایت می. یه مطلب دیگه داریم براتون، اینم خیلی جالبه. چند وقت پیش سخنگوی وزارت ارشاد در یه سخنرانی گفتش که شجریان، منظورش استاد محمدرضا شجریان خواننده معروفه، باید خود را اصلاح کنند. یه کسی هم اومد در فیسبوک و اون بابا گفت ببین، خطاب به سخنگوی ارشاد گفتش که امثال شجریان نیاز به مجوز شما ندارن، چون یارو گفته بود که اگر شجریان دوست داره فعالیت هنری داشته باشه و خودش اصلاح کنه، از انقلاب خارج شده، از خط رهبری و فلان و اینا و خودش اصلاح. اینا هم اگه با اون نیاز مردم رو پشتیبانی مردم رو داره و نیاز به شما نداره. در مجموع وقتی این درگیری ها پیش اومد بلا فاصله وزارت ارشادی ها اعلام کردن که نه بابا، کی گفته آقای شجریان نیاز به مجوز داره؟ ما اصلا هم چه حرفی نزدیم، ایشون مجوز نیاز نداره. یعنی یه جوری کوتاه اومدن، دیدن مسجد جای گزیدن نیست. آقای شجریان خیلی طرفدار بین مردم داره و مردم دوستش دارن، اونم به دلیل اینکه آغوشش رو به مردم
روی مردم باز کرد، از مردم حمایت کرد و اون الدنگ احمدی نژاد نگفت وقتی اون گفته بود اینا خس و خاشاکن، گفت منم صدای این خس و خاشاکم. به جورایی یک همکاری ما داریم، یه دوست نازنین، ایشون اهل یزده. چند روز پیش گاهی هم ما ببینیم باش صحبت میکنیم سر به سرش میزنیم، گفتیم که برای با هموطنات دیدی چه شاهکاری کردند. اولش گفت چی و کی و فلان، گفتیم بیا اینجا نشونت بدیم. گفتیم در یزد در مراسم عزاداری حضرت سید و شهدا پنشریات اومدن رژیم رو زدن و با خوندن اشعار فرخی یزدی در قالب نوحه و عزاداری امام حسین یه چوب بسیار بلندی به آستین آقایون علمای اعلام و حجاج اسلام کردن گذاشتیم براش. گفت که آره میدونم این. بعدم توضیح داد که این در مسجد فلانه در کجاست اینا و اون داستان جالبی میگفت. میگفت وقتی این آقا این نوحه رو خوند ریختم که بگیرنش، ولی اونچنان مردم حمایت کردند که اونا جرأت این کار رو نکردند، جا زدن رفتن. ولی وقتی این آقا از اون مسجد یا حسینیه میاد بیرون در راه خونه دستگیرش میکنند میبرند، ولی بلافاصله فردای همون روز دوباره مردم میریزند به اون مقر این جانوران و باعث آزادی این شخص میشن. گفتیم براو به هموطنانت که اقلا به ایناست این جا زدن های اینا در مقابل مردم و میبینن که به جورایی دیگه نمیشه، خیلی اوضاع خرابتر از اینها هست و مردم آسیترند. البته هیچم بعید نیست یه روز یهو این فشار اون چنان منفجر بشه که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، ولی نمیدون. اینا کارشون مثل درست کسی میمونه که روی یک شاخه درخت نشسته و همون شاخه رو داره میخوره. یعنی هیچ رژیم عاقلی، هیچ فرد عاقلی که در رأس یه رژیمی در یک مملکتی است با مردم خودش پنجه دیگه نمیدازه به این حد. چرا؟ یکی جنایتی کرده، قتلی کرده، دزدی کرده، میگیرن میبرن زندان محاکمش میکنن. اما مردم عادی که تفکرش رو بیان کرده که با اون که کاری ندارن، که اینا آسان زدن به سیم آخر. برحال این داستان خیلی جالب بود که سخنگوی وزارت ارشاد در تازه ترین نشست خود گفت محمد رضا شجریان باید عمل کرده گذشته خود را جبران کند تا بتواند بار دیگر برنامه اجرا کند و تأکید کرد شجریان از نظام اسلامی ایران فاصله گرفته است. همین اتهاماتی که میزنن، از اسلام فاصله گرفته. به گزارش نیسان نیوز به نقل از منابع رسمی حکومت اسلامی ایران، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد در نشستی که روز 9 دی ماه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد متذکر شد نوه دی پاسخ کوبندهی به کسانی است که از خط قرمز ها عبور کردند. این داستان نوه دی هم یه طنز بسیار زیبایی است. بعد از اون وقایع سال 88 در پس از انتخابات که مردم معترض شدن، اینا هم یه سری از عوامل خودشون رو جمع کردن، تظاهرات خودجوش که البته به کمک ساندیس و نوشابه و عرض می شود ساندویج و احیانا پاکت و اینا، پاکت حاوی مقداری اسکناس برگزار کردن و اینا. میدونید که همیشه تظاهراتشون میلیونیه، صحبت یه شسنار نیست، تظاهرات میلیونی. عرض به حضورتون این حماسه نوه دی همونه، همون مسخره بازی که راه انداختن به عنوان تظاهرات میلیونی. نوه دی پاسخ کوبندهی به کسانی است که از خط قرمز ها عبور کردند. ایران تحمل سلیقه ها و نگاه های مختلف سیاسی را دارد، حالا تو ببینی، اما تحمل وابستگی به بیگانگان و تعرض به منافع ملی کشورشان را ندارد. تا
یکی بگه آه یا عامل سیاه، عامل سیاه موسی، عامل موساد، همکار CIA، نه اتهامات رایجه. هر که از مردم دم بزنه عامل یکی از این دستگاه جاسوسیه. همیتون میدونید که بهایان که کلن جاسوس هم و جاسوس جر جا هستن. این بهایی ها هم برای موساد جاسوسی میکنن، هم سیاه، هم اینتلیجنس سرویس، هم اماکسی. دوباره به هموطن بهایی گفتیم بعضت باید خیلی خوب باشه. گفت چطور؟ گفتیم که برای اینکه تو از 4-5 حقوق میگیری. خندید و بریم. البته فقط ما میدونیم شما همتون جاسوس هستیم و نه برای یه جا، برای چند جا جاسوس میکنیم. ولی تعجبمونه که اون همون سازمان های جاسوسی چقدر خرن که با اون ید و بیداشون نمیفهمن که مأمورشون برای رقیبشون هم کار میکنه. این هنوز ما نتونیم حل کنیم. تو میتونی فلسفه این داستان رو برای ما حل کنیم که چجوریه تو برای موساد هم کار میکنی، برای CIA هم کار میکنی، با MI6 و اینتلیجنس سرویس و اعتبارا سرویس فرانسه و اینا همه را حقوق میگیری، ولی اینا نمیدونن که تو مثلا اونجا هستی اونجا هستی. فرهاد نوشابادی در ادامه از این نشست درباره فعالیت محمد رضا شجریان و اجرای برنامه توسط او گفت آقای شجریان چهره شناخته شده هنری است. پیوسته چشم بود اونو میدونی که خدمات خوبی به هنر ایرانی داشته و من این برای فعالیت ایشان نبودم. او در ادامه داد شجریان دهه اول انقلاب حضور و برنامه های خوبی داشت. موقع همه طرفدار شما بیشتر طرفدار شما بودن. هنوز گند کارتون دارن نیومده، هنوز مردم نشناختید. اما نوع رفتارهایش در دهه دوم انقلاب باعث شد کمی از مردم و نظام فاصله بگیرد. اتفاقا برعکس، کمی بیشتر به مردم نزدیک شد، از نظام فاصله گرفت. مردم و نظام که دو مقوله مختلفن اصلا. مردم و نظام که در یه سو نیستن، در یه راستا نیستن. چرا؟ نظام با یه چند تا دستچینی از اون جامعه در یه سوه، ولی خیلی عظیم مردم چشم دیدن شما رو ندارن. ظلم کردین به مردم، مردم رو آسی کردین، مردم و نظام با هم کاتی میکنین ابلا، و خودش محصول این کار است. با این حال راه بازگشت برای ورود ایشان باز است، سراسر بشین، به شرطی که به چارچوب نظام متعهد باشد. این واقعا همین یکی رو ایشان میکنه. سخنگوی وزارت ارشاد خاطر نشان کرد که نمیشود فردی هم معترض و منتقد شدید باشد، ضوابط و معیارهای حاکم بر نظام را نپذیرد و هم بخواهد کار کند. گوساله تو این ممالک مترقی یارو مخالف نظامه، شب و روزم تو نشریات و نمیدونم فضای مجازی و رادیو و تلویزیون به زنده مرده سران رژیم بد میگه، کارش هم میکنه، کارش هم ندارد. این فرق دموکراسی با استبداده که تو نمیفهمی. نه هر که بخواد کار کنه، یعنی تو بخواد بقالی داشته باشی و نوکر آقا باشی قبل از هر چیز. نه، در اینجا داریم بسیاری کسانی که کار فرهنگی میکنن علنن در وسایل اعتباط جمعی انتقاد میکنن از سران، یعنی نه از یه پیزوری مثل شما ها یا سران لیزونتون، از آقای باراک حسین اوباما، قدرتمندترین رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا، تا منم تو جامعه آزادن و کارشون دارن، نه با تیر میزنن ایشون، نه زیر ماشینشون میکنن. اگه جوابی داشته باشن در همون وسایل ارتباطی بهشون جواب میدن. سخنگوی وزارت ارشاد سخنگوی وزارت ارشاد خاطر نشان کرد نمیشود فردی هم معترض و منتقد شدید باشد، ضوابط و معیارهای حاکم بر نظام را نپذیرد و هم بخواهد کار کند. شجریان باید رفتارهای گذشته خود را جبران کند
و به موسیقی ایرانی و اسلامی برگردن. موسیقی که اسلامی وجود نداره، مگه موسیقی اسلامی هم میشه؟ در اسلام که موسیقی حرامه، مگه نمیدونی ابله؟ اگر کسی میشنه تیر و ساز بزنه، یه جنی به نام قفندر از در پنجره میاد تو میفته روش، کار بینا مصیباش میکنه. مگه تو این روایات و احادیث رو بلد نیستی؟ و چرا سخنگوی وزارت ارشادی؟ ما که هیچ کاره این اینا رو بلدی. وی در رابطه با عدم اجرای برخی مصوبات پارلمان ایران گفت نظر مجلس برای من محترم است، اما قرار نیست دولت مجری همه طریقه ها باشد. فکر میکنه حالا البته اون نه مجلسش علکیه، دولتش علکیه، ولی جمله رو ببینید که قرار نیست ما همه مصوبات مجلس رو اجرا کنیم. بابا در مملکتی صاحب داره مجلس رفتی قانون تصویب میکنه، دولت موظف اجرا کنه. حالا شما که کارتون خرابتر از این هست. گفتیم که این آقای حسین زمانم خطاب به سخنگوی ارشاد میگوید و همین ابله جواب اینو میده. قبل از هر چیز باید عرض کنم اصلی ترین وظیفه شما ایجاد تسهیلات و حمایت از هنرمندان است. خب میکنن از مگه از خانوم خرجنده حمایت نکردن؟ بهش چقدر جایزه دادن؟ انگشتر دادن؟ بهش اجازه شرفیابی حضور حضرت رهبر برای عیادت دادن؟ به خود بی‌انصافی نکنید. آخه اون هنرمندم باید هنرمند، همچین باید مثل کارومه چرخنده مزنه ای باشه خلاصش. برای حضور فعالانه هنریشان نه خط و نشان کشیدن برای ایشان. شما در جایگاهی نیستید که برای استاد بزرگی چون شجریان شرط و شروط قرار دهید. شجریان سرمایه هنری کشور است، متعلق به مردم. دمت گرم. و قرار نیست برای این رابطه عمیق عاطفی و عاشقانه بین یک هنرمند و دوستداران از شما چارچوب تعریف کنید. یعنی خفه بینید به قول مشباقر خدا میاموز بدر هنگون را خفه بینید. به نظر میرسد تدبیر در وزارت ارشاد کم کم خودش را نشان میده. دولت تدبیر عمومی فرموده اید شجریان در دهه دوم انقلاب از مردم و نظام فاصله گرفت. این اشتباه بزرگ از جانب کسانی که سخنگوی تدبیر محوری و امیدواری هستند بسیار بعید است. شجریان با مردم بوده و هست و طبیعی است کسانی که خود را نظام تصور می کنند و سالهاست از مردم روی برگردانده اند چنین فاصله ای را احساس می کنند. آفرین بر تو آقای حسین زمان. با بی تدبیری تمام گفته اید راه بازگشت به عرصه هنر نیز برای امثال شجریان باز است، به شرطی که متعهدانه به هنر ایرانی اسلامی خدمت کنند و منتقد شدید نباشد. تعهد هنری شجریان بر هیچ کس پوشیده نیست و خدمات او به موسیقی ایرانی غیر قابل انکار است. اگر به زعم شما چنین نباشد که فاتحه هنر موسیقی را باید خواند. شجریان آبروی هنر موسیقی ایرانی است. شجریان حضور آگاهانه خود را در عرصه هنر حفظ نموده و به پاس حمایت‌های مردم متقابلا از ایشان پشتیبانی کرده است و گویا این رابطه منطقی خوشایند شما نبوده است. خطای شدید، بی‌عدالتی شدید، ظلم شدید، انتقاد شدید می طلبند. خطای شدید، بی‌عدالتی شدید و ظلم شدید، انتقاد شدید می طلبند. یعنی همون کاری که آقای شجریان که درود بر او باد کرد. هنرمندان زبان گویای مردمند و باید که از هنرشان برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند. درود بر شجریان. و عدی حق ندارد ایشان را در این رسالت محضوب نماید. داشتیم در تاریخ هم داشتیم ملینا مرکوری، اون زن مبارز در یونان که با حکومت سرهنگ ها جنگی داخل ساعت بید کشیدشون و کچم بد شد وزیر فرهنگ فرانسه یونان. داشتیم
ما هم البته داریم یه مش تاپاله هایی مثل خانم شاهماری که باعث ننگ ملت ایرانی شما باعث ننگ باعث نفرت ملت ایرانی هاشتون سرتون کنن با قول سعید بهبهانی شجریان تو اون مرقلای اسلام در مقابل اون بهوش اونجوری سخنرانی میکنه از این ابله اومده در تورنتو در وحد نسبی دموکراسی و آزادی من با پاسپورت جمهوری اسلامی و خاک مسترف کنم در وحد تا کنون بنابر اظهار مسئولین وزارت ارشاد کمی باور کرده بودم که دلیل محدود شدنم و سر به آزادیم در انجام فعالیت‌های هنری دستورات صادر شده از بالاست و اعطای مجوز به من از دست وزارت ارشاد خارج است. اینا رو آقای شجریان میگه. ولی با این موضع‌گیری در مقابل اعتبار موسیقی ایرانی دیگر برایم روشن و واضح است که وزارت ارشاد خود با این موضوع‌گیری ها همسو می باشد و این همسویی در اظهاراتی شما کاملا مشهود است. برادر اینا همشون یه صد دلیل هست. هیچ تفاوتی بین خاتمی، کروبی، موسوی، روحانی، حضرت رهبر، حضرت امام راحل و سایر این اراذل و اوباش نیست. همه از یک سرزمین هستند. همه برای یک هدف. هر کی هم کوچکترین به قول خودشون انحرافی از این فلسفه و از این داستان داشته باشه میبرنش کنار. بعدم حرف به فیزیکش هم میکنن تا اونجا پیش بودن. برای وزارت ارشاد و به طور کلی برای دولت تدبیر و امید متاسفم. ما که خیلی مدت هاست متاسفیم برای همه شد شما دیگه متاسفید که در عمل بدون تدبیر اقدام میکنن و به جای جلب رضایت مردم در صدد جلب رضایت صاحبان قدرتی می باشند که همواره مردم و خواسته هایشان را ندیدند. اینا با مردم کاری ندیدند، به خواسته های مردم کاری ندیدند. اینا یک گروه مافیایی هستند که فقط به منافع خودشون و احیانا بعضی حامیان خارجیشون مثل حسد و حسن نصرالله و اون مرحوم چاورس در ونزوئلا به مردم تکیه ندهید. لازم است هرچه زودتر بابت بی احترامی که به ساحت هنر و هنرمندان نموده اید عذرخواهی کنید و دیگر از این خط و نشان کشیدن ها و شرط و شروط گذاشتن ها دست بردارید. امثال شجریان نیازی به مجوز شما ندارند. البته بعدم اونا جا زدن و بلافاصله همین جانوران حاکم بر عرض می شود به ذات ارشاد گفتن نه ما اینا گفتیم که آقای عرض می شود شجریان نیاز به مجوز دارن. یه چیزی هم که میگن بعد تو بودی میخورن فوری هاشا میکنن. دیوار هاشا براشان بسیار بلند است. یه خبری داریم براتون. خمینی اوگاندا ترور شد. باشه منظورش از خمینی اوگاندا همون رهبر مسلمین اوگانداست. سایت حکومتی شفقنا، شفقنا یعنی به ما مهربانی کن، شهر از شفقت میاد. اصلا خب دین اسلام که دین شفقت و مهربانی هست و ممکنش نعلت نه لعنت نعلت یعنی بر ممکنش نعلت یعنی نعلتو بزن ممکنش. شیخ عبدالقادر موبایا از رهبران بزرگ شیعه گفت گوش بلند شد معلومه چی کار است. رهبران بزرگ شیعه یه جوری سرش زیر بغل علمای اعلام در تهران بوده. شیخ عبدالقادر موبایا از رهبران بزرگ شیعه اوگاندا پنجشنبه شب در خانهش در روستای بوینبا در شهرستان مابوگه به ضرب گلوله افراد ناشناس به شهادت رسید. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به شما چه؟
تو اوگاندا یارو رو به شهادت رسوندن درست نه نه پس معلومه که آره. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ساعت 23:30 پنجشنبه 4 دی زمانی که شیخ عبدالقادر از دای کمیل به منزلش بازگشته بود توسط افراد ناشناس هدف گلوله قرار گرفت. ضاربین پس از ارتکاب جنایت با موتورسیکلت متواری شدند. هنوز از هویت و انگیزه قتل خبری در دست نیست. خب هویتش که میتونه یا سنی هایی باشه که شما دارید بسطی شیعه برمی کنید با شما مخالفن، یا کسانی که احیانا دیدن این داره مملکتشون رو به باد میده. برای گزارش فرمانده پلیس مابوگه منزل شیخ عبدالقادر داخل مجموعه مؤسسه اهل بیت قرار دارد. مطمئن نیست ولی احتمالا این مؤسسه اهل بیت هم یکی از اون جاهاییست که با پول همیهنان من و شما مردم محروم اونجا ریختن و اونجا را انداختن، شیخ هم گذاشته بودن در رفت. بنابر اعلام این خبر صبح روز جمعه 5 دی مراسم تقصیل یعنی گسل دادن و تکفین یعنی کفن کردن این عالم شیعی در محل مسجد شیعیان کامپالا انجام و جسد وی برای تدفین به روی روستای زادگاهش در ماهوگه منتقل شد. یه خبر دیگه دیدین، چند روز پیش دولت آنگولا اعلام کرد که تبلیغ اسلام و در آنگولا ممنوع اعلام کرده و بعد هم فرمان به تخریب مساجد داده. اکثر چند تا مسجد خراب شدن. اما چه ما در نهایت با این کار مخالفیم، اسلامو ممنوع کنیم، ترویج و تبلیغش و بعدم مساجد رو خراب کنیم. باید همه بتونن حرفشون رو بزنن. شاید تعجب کنید مسلمی آنگولان باره حرات بدیه در هموطنان دیدیم در این وسائل ارتباط جمعی ابراز شعف و خوشحالی کرده بودند و بعد یک کم به چیز جالبی نوشته بود. نوشته بود ما هر کی که حالیش نباشه یه خوره خیلی تصورش کنیم و فکر کنیم چیز حالیش نیست، میگیم یارو آنگولاییه، ولی مثل که آنگولاییه اما حواسون بیشتر جمع بوده. نه، این روش درست نیست. باید همون اسلام در آنگولا و گفت و زهر ما رو هر جایی مثل همین کشوری که ما توش هستیم، اینجا در یه خیابونی نزدیک منزل ما، خیابون خیلی وسیعی هم هست، یه بولواریه، دو تا مؤسسه روبروی همه، درست باور کنید دراشون دو طرف خیابون روبروی هم. وقتی میرید دو به جنوب تو اون خیابون از شما رو به جنوب بینید دست راستتون یک مسجد عظیم با گنبد و گلدسته و تشکیلات، درست روبروی در مسجد هم یک کلیسای عظیم هست با یک صلیب بسیار بزرگی که اون جلو کار گذاشتند. نظر برای ما عجیبه و مؤمنین مسیحی میان روز یکشنبه میرن کلیسا، کارشون کسی نداره. خب مسلمینم معمولا جمعه باید برن مسجد که میرن، ما اون مسجد خیلی شلوغه برای نماز جمعه، ولی ظاهرا یکشنبه ها برای شاید کوری چشمه دشمنان اسلام اینجا مسجد شروع و چون یه شنبه ها معمولا در اینجا تعطیله حتما میرن برای دعا و نیایش به مسجد. نه اون مسیحیه به مسلمونه کاری داره نه مسلمونه به مسیحی، اون عبادت خودشو میکنه، این کار خودشو میکنه، اجازه تعرض به هم هم ندارن. تو آدم ندیدیم که کاری به کار هم دیگه میشته میشه. این دیگه اینی که گفتیم در آنگولا دولت همونقدر که در امورگرا دولت فشار میاره که تو باید مسلمان و شیعه باشی و طرفدار حضرت و حقیقت زشت از نظر ما،
همونجا هم در آنگولا اینی که اسلام تبدیلش ممنوع بشه و مسجد خراب بشه اونم بر ما زشت میدونیم. ما طرفدار آزادی هستیم، هر کس و هر دینی مذهبی که علاقه داره بتونه کار خودش بکنه و اجازه نداشته باشه که به دیگری بگه تو هم باید بیای. تبلیغ که تبلیغ میکنه دلش خواست یارو میره، بازم مسئله شخصیه. برای اینکه با خشونت و ممنوعیت و تخریب و اینا مواجه باشه اون رو ما نمیپسندیم. ما طرفدار آزادی بیان هستیم در همه مسائل. واکنش تند بحرین به رژیم آتش افروز منطقه. خب رژیم آتش افروز منطقه معلومه چیه دیگه، خوبی بیشتر نمیشه. وزارت خارجه بحرین در واکنش به درخواست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای آزادی یک تبعه بحرینی، رژیم ایران را متهم به دخالت در امور خود کرد. اما اینا معمولا انگولک به این کشورک های جنوب خلیج فارس میکنن. اینجا یاد این داستانی افتادیم، یادمون رفت از این آقای سعید شمیرانی سوال کنیم که آقای شمیرانی ببخشید این مسائلی که شما مطرح میکنید و انقلاب ایران رو توقعی جهانی میدونید، که خب حالا مزخرف میفرمایید، یعنی نمیدونیم شما شاید زمان انقلاب 5 سالت بوده 10 سالت بوده، شما اگه حالا نمیدونیم اون موقع هم عقلی داشتیم باید نمیدونیم هم 10 سال 12 سالت بوده باشه، حضور مردم رو در خیابونها الان فیلماش هم خودت داری، اونو چی بودی؟ میلیون ها نفر در عاشورای 57 از میدان فوزیه صادق که شده میدان امام حسین تا نزدیکی های فرودگاه مهرآباد و میدان شهریار تو خیابون بودن، تظاهرات میکنن بر علیه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر خدایگان. تو 2000 کردیت برای اینا قائل نیستی؟ فقط توطئه جهانی ابله. بعدم ممکنه شما در یکی از برنامه هات افاده فرض بفرمایید که این داستان رو دادن بحرین رو توسط اعلی حضرت همایونی چجور توجیه میکنی؟ بحرین مال ایران بود دیگه، اگه تاریخ رو بخونی میفهمی که بحرین یکی از استانهای ایران بود و اعلیحضرت یه شب سر میز قمار باختش به انگلیسا، همچنین اینو به عنوان استعاره میتونیم. راجع به اینم لطفا یه موقع توضیح بدیم ببینیم این چی بود داستان اونجا که اعلیحضرت از قدرت فوق‌العاده و تو فوتانگ و هواپیمای 16 و 20 هم برخوردار بود، اونجا چی جور شد که یه تیکه از خاک مملکت میهن من و تو رو لو داد؟ راجع به اون خفه خون میگیری صدا در نمیاد؟ به چیزی بگو بابا. به گزارش فارس بحرین در واکنش به درخواست محمد جواد ظریف برای آزادی شیخ علی سلمان رئیس بزرگترین جمعیت معارض سیاسی بحرین بار دیگر رژیم ایران را متهم به دخالت در امور خود کرد. این آقای شیخ علی سلمان رو که مخالف دولت بحرینه و جز شیعیان مخالف دولت بحرین گرفته زندانیش کرد. اینا از ایران شاخشونه کشیدن برای اون که چرا اینو گرفتی؟ خب یکی نیست میگه خب عبدال خودت چرا آقای بورژوازی رو زندان کرد؟ چرا تبرزدی رو زندان کرد؟ چرا حق نسرین ستوده رو بهش باز نمیکردی؟ چرا این همه زن و مرد مبارز رو تو زندان نگردشت؟ اون به تو مربوطه، ولی این داخلی ها به ما مربوط نیست. هر غلطی میخواییم بکنیم تا یک کسی یک کاری بکنه این دخالت در امور اون کردی دیگه. راست میگه بابا، که تو وقتی یکی جامعه بین و ملل به شما اعتراض میکنه، امنستی اینترنشنال به شما میگه آقا چرا اینقدر اعدام میکنیم، چرا اینقدر دخالت در امور داخلی ما، اون دخالت در امور داخلی شما.
این دخالت در امور داخلی بحرین توسط شما نیست، مرگ حق فقط برای همسایه، وزارت خارجه بحرین در بیانیه اعلام کرد تکرار این گونه اظهارات غیر شایسته و تحریکات سیاسی، دینی و رسانه‌ای مستمر نتایج خطرناکی بر امنیت و آرامش خلیج فارس خواهد داشت. این تهدیدش می‌کنه. اعتراف به دخالت رژیم ایران در کشورهای منطقه. پاسدار حسین سلامی، یکی از همون پاسداران انقلاب اسلامی، معاون سرکرده سپاه پاسداران، به دخالت‌های گسترده رژیم ایران در عراق و لبنان و یمن و سوریه اعتراف کرد. میارب خودتون نمیتون. به گفت انقلاب با امتدادهایش در عراق مرتبط شده، یعنی عواملی داریم در عراق، و هسته های آن 10 برابر تعداد افراد حزب الله لبنان است. در سوریه نیز نیروهایی تشکیل شده که از ارزش‌های انقلاب اسلامی الهام گرفتند. انصار الله یمن هم الگوی ایران را برگزیده و نقشی مشابه حزب الله لبنان را بازی می کنند. یعنی پنجه هامون و چنگال هامون را در اکثر نقاط جهان فرو کردیم. چنگال هامون را در اکثر نقاط جهان فرو کردیم و به کار همه کار داریم. هر جا هر اتفاقی بیفته ما باید دخالت کنیم و هیچ هم به این دقت نمی کنیم که این دخالت ها چه اثری بر زندگی مردم می‌ذاره، چه تبعاتی برای مردم و میهن ما داره. هیچ مطلقا. بوش سوم از همه سمت هایش استعفا کرد. شکر خدا که در کشور ایالات متحده آمریکا هم داره مثل که پست ریاست جمهوری موروثی میشه. هم که اینو واقعا چیزی که گفتیم. ولی خب اینجا هم یه خانواده ای به هر حال اعضاش پدر و پسر و یه برادر دیگه بود. جب بوش در حالی از همه سمت های خود در بخش های غیر انتفاعی و تجاری استفاده داده که این اقدام مسیر لازم برای شرکت وی در رقابت‌های انتخاباتی 2016 میلادی را هموار خواهد کرد. یعنی آقای جب بوش، اخبیم آقای بوش به خودمون، کم کم همه کارهای دیگرش که داره میذاره کنار، سخت و سفت یاد به تصمیم داستان ریاست جمهوری و انشالله اقدام کنه، شاید جای اخبی و پدر بزرگوارش رو ایشونش خواهد کنه. به گزارش تصمیم به نقل از آسوشیتد پرس، که بوش فرماندار سابق فلوریدا، خب بابا حالا گوره پدرشون، ولی این یارو به هر حال یک کسی بوده تا حد فرمانداری فلوریدا رسیده. حالا کشور من شما که یارو تاف بوده تو خیابون تو میدون سبزی میوه میفروخته اومده شده فرمانده سپاه پاسداران. باز اینا اقلا یه تحصیلاتی یارو درسته که آقای بوش هم یه خورده مثل ما خود بعد بود، ولی به هر حال تحصیلاتی اینا دارن دیگه. این کارن که بوش فرماندار سابق فلوریدا روز گذشته کلیه سمت‌های خود شامل عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های غیر انتفاعی و تجاری استعفا داده است. این ادامه روندی بوده که از اوایل دسامبر آغاز شده و که بوش اعلام کرده بود که فعالانه در رقابت‌های انتخاباتی شرکت خواهد کرد. بر اساس این گزارش سخنگوی که بوش در این باره تاکید کرد که بازنگری بوش در منافع تجاری خود یک گام طبیعی است تا وی تمرکز خود را بر روی رقابت‌های انتخاباتی و جلب حمایت لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری معطوف کند. خب در این گام بازی امتیاز برای ایشون، کارهای دیگر رو گذاشته کنار که همه وقت و نیروش رو بذاره برای کار انتخاباتی. تو کشور ما یک کسی مثل اون کی بود؟ مجسمه توی تابلوی در شیر خونه حداد عادل بشفوری 10 منصب داره، 10 رئیسه، به طبع 10 حقوق میگیره. حالا چجوری آدم میتونه چند تا جا رئیس باشه و همه کارام درست انجام میشه؟ این خدا میتونه
که بوش بیشترین شانس را در بین سایر نامزدهای جمهوری خواهان برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی با نامزد دموکرات‌ها خواهد داشت. خدا به خیر کنه، احتمالاً شاید یکی از بوش‌ها، همین بوش برادر کوچیکه، به قول معروف گفتیم که اکبرشون یه موقع رئیس جمهور بود و نه افقرشون داره این داره کار. این بیاد ببینیم که حالا چه فرقی با آقای اوباما داره، چجوری میتونه کار انجام بده، آیا همون دیوانگی های عقبی رو دنبال میکنه، معلوم نیست. حالا انتخابات ها بکنم در جریان. در دیروز بود ظاهرم یک ایمیلی از یک هموطن نازنینی از سوئد دریافت کردیم، از این آقا بسیار سپاسگزاریم و ایمیل رو دیشب دیر وقت نگاه کردیم، برابر این هم فرصت برای جواب دادن بهش نبود. خدمتتون عذرخواهی میکنیم، ایمیل رو جواب خواهیم داد و با یه مطالعه بیشتری، چون ما مسائلی که برامون میرسه زود سوره حسینی برامون نمیداره، باید دوش خود دقت کنیم، مطالعه کنیم و در هفته آینده حتما با شما بینندگان و شنوندگان مطرح خواهیم کرد. به حال از آقای فرهنگ در سوره تشکر میکنیم، ایمیلتون رو گرفتیم، خوندیم و در هفته آینده راجع بهش صحبت خواهیم کرد. سپاسگزاریم از شما، بسیار هم ممنونیم و خیلی هم خوشحال شدیم که کارمون حداقل یه نتیجه داده و اون مطالبی است که شما در اون ایمیل مطرح کردید، که چون برنامه امروز رو دیشب بسته بودیم و زمانی هم دیگه میدونستیم که نخواهند بود، نخواهیم داشت برای مطرح کردنش، در برنامه هفته آینده مطرح خواهیم کرد. عرض می شود که در ضمن باز ناچاریم، یعنی وظیفه داریم، نه اینکه ناچاریم، سپاسگزاری کنیم از همه کسانی که در طول سال گذشته به خصوص در این چند روز به میهن تیوی یاری کردن، به خصوص هموطن نازنینمون سرکار خانم لیلا مسعود انصاری. ایشون هم با تلفن هم با ایمیل ما رو مورد تفقد قرار دادن و ظاهرن قرار استش که به اصطلاح برنامه ما رو ساپورت کنن، اسپانسر برنامه ما میشه. از ایشون هم ممنونیم و با تأکید میکنیم. البته ایشون خیلی با ما لطف کردن که شما هم باید از این مبلغ چیزی، گفتیم نه، ما نه ما نیاز به این کمک مالی داریم و نه بهبهانی، شما کمک به میهن تیوی بکنید. میشب با سعید صحبت میکردیم، دلیله میکرد که بازی که از دستگاه سوخته و مواردی ناچاره که به پردازه برای خرید یه دستگاه جدید، گفتیم خب حالا کمک خانم لیلا هم محصر خواهد بودید، میشه ایشو بگیریم. برحال آره، ما با تأکید میکنیم که برای این جور کارها، کارهای فرهنگی، چه در نوشتن در مطبوعات، چه کار در میهن تیوی، هیچگاه هیچ توقع مالی از هیچ کسی نداریم. دکتر اطلاع به قشنگی میزنه، میگه 19 سال در ایران من مجانی درس خوندم، الان وظیفه دارم به هموطنان خدمت کنم در جبران اون پولی که خرج من شده. ما هم 40 سال اون مملکت رو از مزایاش برخوردار شدیم، از آفتابش، از آرانش، از آبش، از نانش، البته زحمت هم کشیدیم خب مسلمه، ولی و نسبت به هموطنان و همیهنان نازنینمون وظیفه داریم. اگر میایم اینجا صحبت میکنیم، قصد مالی نداریم، قصد این داریم که البته ادعایی هم نداریم، اگر بتونیم نکات تاریکی رو از اونجی که مثل ملت و میهن ما اومده با شما در میون بگیریم. همین ایمیل این آقا هموطن نازنینمون که از سوئد برای ما فرستادن، حالا براتون هفته آینده مطرح میکنیم،
واقعا این قلب ما رو شاد کرد که این کار ما نتیجه داده دیده. یعنی همین مزد ماست، مزد ما محبت این هموطنه. و دیدیم درست در جاهای گذشته که ما بهش اشاره کردیم، درود بر او باد، هفته یعنی مطرح خواهیم کرد. عرض می شود یه چیزی هم که باید دوباره با شما در میون بذاریم این هستش که به هر حال این وظیفه برگردن هممیهنانیست که میهن تیوی رو دوست دارن، که از میهن تیوی حمایت کنن، نه فقط از برنامه ما، از کل اساس میهن تیوی. گفتیم هفته پیش میهن تیوی خیلی سرخیله و ما خیلی، ما هم یه عضو کوچک از میهن تیوی، از این تیم ما یه عضو کوچک هستیم. برای از شما همه شما سپاس گذاریم، از میشود از سعید نازنینمون سپاس گذاریم مثل همیشه که با زحمت تلاش فراوان سعی میکنه که این تشکیلات رو زنده نگه داره، این چراغ رو روشن نگه داره. اما یه عده دلسوخته بتونیم بیاییم اینجا و ایشون رابطه هست بین ما و شما، وسیله این فراهم کنه که بتونیم با شما درد دل کنیم، صحبت کنیم، به خیال خودمون ناگفتنی ها رو بگیم، که امیدواریم موفق باشیم. بنابراین کمک به میهن تیوی رو فراموش نکنید. همه شما را به خدای بزرگ مذهب حقه پاناسونیک، یعنی بهترین مذهبی که و حقه ترین مذهبی که در دنیا وجود داره میسپاریم. آرزو داریم سالی که در راهه یک بار دیگه آرزو میکنیم سال بسیار خوبی برای همه شما باشه. و باز آرزو میکنیم که هفته آینده هم عمری باشه، نفسی باشه، بتونیم آز بیاییم در خدمت شما باشیم، برنامه دیگری داشته باشیم، یعنی از 42 به 43 هم برسیم، حداقل برنامه 43 بوم خواهد بود در هفته آینده هم بیاییم 42 باشیم. اوکی، بسیار خوشحالیم تونستیم شما رو با دیالت کنیم، با شما حرف بزنیم. امید دیدار تا هفته آینده و درود مکرر همه شما را.